سلام دوستای عزیز، آرزو دارم که همه شما با فامیلای نازنینتان جور و صحتمند باشین. امروز در نظر گرفتیم که یک نوک قیمه کباب بسیار مزه‌دار و آسان تیار کنم و مواد که ضرورت داریم: یک کیلو گوشت سرخی، یک دانه پیاز، یک مقدار کم گشنیز، یک قاشق غذاخوری سیر ریزه شده، یک قاشق غذاخوری زنجفیل تازه ریزه شده، یک قاشق چایخوری پودر گرم مساله، یک قاشق چایخوری نمک، نیم قاشق چایخوری نمک سیاه که شما میتونید این نمک از دکانهای هندی و پاکستانی که به نام کالا نمک یا بلک سالجت میشه بسیار به آسانی پیدا کنید. و بازم اگر در دسترس نداشتین میتونین از نمک سفید به عوضش استفاده کنید. نیم قاشق چای خوری پودر مرچ سیاه، یک دانه مرچ سبز، نیم قاشق چای خوری پودر مرچ سرخ، نظر به ضرورت ما یک مقدار ششلیک استیکس یا همی چوبکاره و داخل آب به مدت 10 تا 15 دقیقه میمانیم تا در جریان پختن کباب نسوزن و روغن به خاطر سرخ کردنش. اول ما گوشت به ماشین علاوه میکنیم تا کوفته شود. شما میبینین که گوشت چقدر خوب کوفته شده. حالا ما سبزیجات علاوه میکنیم. پودر گرم مساله و هر دو نمک هم علاوه میکنیم و باز هم ماشین روشن میکنیم. شما میبینین که گوشت با سبزیجات یک دست شده و حال ما یک مقدار از این گوشت میگیرم و میخواهم که یک چند دانه کباب بدون مرچ تیار کنم. والی سه قسم مرچ به گوشت که داخل ماشین سلاوه میکنیم و بازم ماشین روشن میکنیم. حال کباب تیار میکنیم. از مواد تیار شده یک مقدار به اندازه یک کوفته نسبتا کلان به دور سیخ میگیریم و قسمی که شما میبینین و می ترتیب ما این کباب تیار میکنیم که بسیار آسان تیار میشه و کوشش میکنیم که کباب لشم و درست تیار کنیم. قسمی که شما دیدین چقدر با آسانی تیار شد. نگفته نمانه که ما می استیکس یا چوبکاره برای دستمال کاغذی موندیم تا به اضافیش جذب شود و همچنان دو بشقاب که میبینین ما ماندیم تا که کبابای تیار شده مرچدار و به مرچ جدا جدا بانم. به کرایی که روی حرارت است ما دو قاشق غذاخوری روغن علاوه میکنیم و کباب هم میمانیم به داخل کرایی. و اگر شما از کرایی کلانتر استفاده میکنین میتونین که با میده قاشق روغن 6 دانه کباب پخته کنین. بال روی کرایی را می پوشانیم و به مدت 3 دقیقه در حرارت کم می مانیم که پخته شود. بعد از 3 دقیقه کباب روی گردان می کنیم. باز هم روی کرایی را بند می کنیم و به مدت 2 دقیقه به حرارت کم می مانیم که پخته شود. بعد از 2 دقیقه که مغز کباب کاملا پخته شده و حرارت کم زیاد می سازیم تا روی کباب سرخ شود. کباب پخته شده میکشیمش. روی کرایی را با دستمال کاغذی خوب پاک میکنیم و به می ترتیب باقی کباب هم پخته میکنیم. قسمی که میبینین کباب تیار شده. امیدوارستم که خوشتان آمده باشه. شما میتونین کباب گرم و یا سرد نوش جان کنین. دوستای نازنینم، تشکر از همه شما که ویدیوهای مرا میبینین و تشکر از کامنت های زیبایتان و نظریات و پیشنهادات خوبتان. تا
تا ویدیوی بعدی با شما خداحافظی میکنم. همیشه شاد و خرم باشین.